ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه پس از دیدار خلیلزاد با رئیس جمهور غنی گفته که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا نیاز است مدتی در کابل بماند. اما در دیداری که با عبدالله داشته است، آقای عبدالله از تلاش‌های او برای تأمین صلح ستایش کرده و گفته که مردم افغانستان خواهان صلح پایدار و با عزت هستند. بحث های صلح از هر وقت دیگر جدی تر شده و ما به یک تفاهم بین الافغانی ابتدایی نزدیک هستیم. امیدواری ما از دور بعدی است که بتانیم مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. اکنون نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا سفر تازه اش را به منطقه درباره صلح افغانستان اعلام کرده و قرار است برای هشتمین دور گفتگوها با طالبان به قطر برود. با در نظر داشته هفت دور مذاکرات جناب خلیلزاد با طالبان، ما فکر نمی کنم بسیار زود به نتیجه برسند. یگانه دو منبع بسیار اصلی را باید نقدات بتن که اولینش پاکستان است و بعد از او چین و روسیه است که باید موافقه کنند که امریکا از افغانستان میبره. بعد از برآمدن امریکا در افغانستان چین و نظامی باشه، چین و نظامی نباشه. همین سه کشور که و هندوستان فراموش نکنیم. هندوستان هر چهار کشور تصمیم میگیرن و فکر میکنم در افغانستان میتونه صلح بیه. اما منابع نزدیک به طالبان به این دور گفتگوها امیدوار نیستند. کچیری بیا هم در امریکایانو خلیلزاد و طالبان په مابین کې په بل شي باندې توافق راسی، یا خو جلا خبره ده، خو د سابقه خبرې په ارتباط باندې زه فکر کوم دا خبره درسته نه وه چې اوس امریکایان وایي چې موږ د افغانستان سره ټول نه اوسو. اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ظاهرا بر گفتگوهای صلح اثر گذاشتند. برخی ها به این باور هستند که انتظار ماندن خلیلزاد به کابل از سوی ریاست جمهوری افغانستان یکی از نشانه های این اثر است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.